سلام دوست ها، دوستان گرامی، و من حاضر به روی یک شهر در شمال غرب اینجا. خب این یک شهر که مربوط قدرت آب است و ما در نوار گذشته ما به سطح دیگر رسیدیم، یعنی از نیچی دیگه ما تبدیل کردن نو ما. پس از این ما قدرتمندتر شدیم، مستقیمتر شدیم و حتما ما در نبرد ما قویتر می شویم. بسیار خوب، لیکن که این دشمن ها به حال های در بازی همین طور که مستقیم تر شدند، پس امیدوارم که ما میتونیم که به چلاش ما، به پروبلم های ما به آن سطح میرسیم. خب این چیز عجایب به من است که در شهر این شهر مرعو جان بک به سطح 21 رسید. خب اگر این شهر مربوط قدرت آب است، پس چرا هیچ یگان گرانیتسه ندارند در جا؟ چون اگر که اونقدر از در انصار چیز آب چیز مستقیم بود و مرکز آب بود، لیکن یگان گرانیتسه نداره، ای که چیز لوگیکی نیست. در تمام شمال هیچ گرانیتسه ندارند، لیکن حتما اگه فقط این راحت از دیدگاه تر داستان بازی، تر استوریا که این نداره، او بسیار مستقیم است. این حسورت دیدی بیش از 100 امتیاز حسورت ایجاد کرد. یک تعداد خورشید به سطح دیگر رسیده و مبلغ امتیاز استاجه بسیار بالا است، لیکن فقط که یک تکی تلا میدهد. و این شهر دیگر بازی است. ما با او گفتگو و او گفت که اندرهیل صاحب کاروان یک چیزی بسیار عجیب داشت. اشتباه. او گفت که پاهای من بسیار زیبا است و این بسیار خوب است پا داری. بسیار قبه عجب است. و او گفت که اکسل را پیدا کردید؟ نه، پیدا نکردید. این گفت که این یک چشمه است. شما شاید فکر میکنید که این جای مخفی گاه یک پنهانی میباشد، لیکن حقیقت فقط یک چای عادی است. خب تا 200 سال پیش پریهای آب در زیارتگاه زندگی می کردند. در آن وقت در آتش و دود این را غرق شد و پری آبها نمی دونیم چی شد با آنان. این بچه چی می گوید؟ این شهر 200 سال گذشته شکوفایی بود. حاضر نیست؟ این گبره است. کوپه گفت که
یک چیز درخشنده از آسمان افتاده دیدگی بود و گفت که ای از روی من برا. که او یک دزد دریایی است، شاید فکر میکنم. گفت که او پاها دارد، چرا این چیز عجیب است؟ و ما باید ببینیم که کدام چیزه. و من فکر نمی کنم این دویی که به بر نمی آیم. سیبر چی میکنن؟ چیز نمیدونم. این که چیز بسیار سطح بالای این جادوگری بسیار گرون است. این شاید مخم است، این هیل سوم، و هر یکی از گروه ما شفا میدهد. چی میگو؟ او پدر من صاحب کاروان است و او یک چیز کمش قیمت، کمش نرخ ها در نزدیک اویسس در چیز بیابان غربی. خب نمیدونم که چیز اویسس چی می باشد به زبان تاجیک. او گفت که بر طبق آشانا وقتی که چیز زیارتگاه غرق شده بسیار گنج ها از دست دادیم و همینطور افسانه یک پلیتای سنگ اسرارآمیز ذکر کرد. برادر من دکتر اون زبان لفینش مطالعه کرد و این زبان جنگاوران آسمانی، اگر او پلیت سنگ داشت او میتونه این را در درس میدهد. خب من به اینجا 300 تکتیلو اونقدر قیمت. خب پس این دویی که به ما اطلاعات بسیار مشخص داده که ما در زیارتگاه ما باید این میگیریم چیز این پلیت سنگ. خب گفت که خب میبینم که شما جلیلی از پادشاه اجدوار باهامت گرفتین. این اولین اجدواره که من بیرون از این شهر دیدگی بودم. او گفت که اسم من کوب و این در شمال دیدگی بودم نزدیک ابشار باورکو. من فکر میکنم این یک ربات بود. تو یک ربات عجایب است. تو دو صد پیش قدرت آب به ما خوش شانس و شکوفا آورد. بلکه که این شهر که اونقدر بد نمیتابد. خوب از راه من برا دیگه بچه، مانع پیشرفت من شدید. خب بسیار خوب. او گفت که من یک قایق زیر آب ساختم برای مرمت، یعنی پری آبی نجات دادم، اما برای به عمیق مناسب میرسیم یک اکسل لازم است. دیگه اکسل کجا است؟ ما نمیدونیم حاضر، لیکن من باوری دارم که ما به زودی این را پیدایش کنیم.
خب که شاید میشه که ما به آبشار میریم. یه آبشار یک جای خوب است، چون که در آبشار اسلحه و چیز گنج های خوب دارند. پس اگر از این میگیریم خوب میشود. لیکی که من نمیدونم، من فکر میکنم که ما قرار هستیم اول به زیارتگاه آب میرویم قبل از این خور، لیکن حتما این چیز مجبور نیست. این بازی کمی باز است که ما میتوانیم به جای دیگر خیل میاریم اگرم میخوایم، لیکن من نمیدونم که این نسبت سطح ما و نسبت تجهیزات ما بسیار سختگیر میبود. ای اشتباه کردم، لیکن این بسیار خوب است که فریدون این قدرت برق در دست دارد، چون که بسیار این چیز نبرده که آسانتر و سریعتر می سازد. خب شفا می دهیم. این هنوز مهم است که ما خود ما شفا می دهیم و 99 ناشابه در دست باید داشته باشیم. او این یک دریای دیروز است. خب او کیست؟ بسیار ترسناک از ظاهر. شفا دادنیه رایگان. او چیز آتراوید شد از دست این بحلای بحری. اگه هیچی نیست، خب من فکر میکنم اگر موفق هستیم. چیزی که من نگفتم، جان بک حاضر میتوانه از خب من این بازی سیف کنم در وضعیت که ما وفات شویم، چون که اینجا البته پر از این بد نیست. آنان ما فرصت اول داریم. خب بعد از نبرد ادامه میدیم. این نبرد بسیار آسان بود. خب و این هم به 121 رسید از بعد از آن نبرد و ما ماجرای در ابشار ادامه میدیم. من میدونم که در این جا، در این ابشار یک سرمایه، یک گنج بسیار قابل چیز قابل توجه ما، و من میخواهم که این در دست ما میباشد قبل از قسمت دیگر بازی، مخصوصا اگر دسترس ما. من مطمئن نیستم. خب من شاید این جایی که من وقتی که میده بودم، من معمولا قبل از به ابشار می رفتم، من به زیارتگاه رفتم، لیکن که من فکر می کنم که این وضعیت
بد نیست برای جوا. این دشمنان در اینجا بسیار نزدیک که این همین خیلی با دشمنان به حالا که دیدگی بودیم در شلف اردیلز. این جای مثل یک مهمای بزرگ است. یقان خوب نیست، خوب نیست، چون که آنانی که میتونه در یک ضربه ما را بکشند. بسیار خوب، من فقط فرار کردم. فرار بهترین استراتژی ضد آن. خوب جز اون گروه پرالیسک، من دشمن بسیار بد یا بسیار خطرناک ندیدم و آنان همین طور که یک چیز ترسناک نیستند. و این جای این مهمایی که سخت میتابد، که من کمی گیج شدم، کمی گیج شدم به تاجیکی نمیدونم، فراموش کردم. یکی کسی به ما یاد داد. پیشرفت کنیم به شما. یک گروه پرالسکا ما میگریزیم. از این حمله سکوینت بسیار می ترسم، چون که این مرغ فوری است و این مرغ فوری چیز حتما ما می خواهیم پرهیز کنیم. به حالای ما به زودی با ما نبرد می کنند. چیز این بسیار به صورت مداوم و چیزی که پی در پی بسیار نزدیک با یک دیگر، یک دوران طولانی ندارند از زمانی که ما نبرد با یکی از این با نبرد با دیگران. خوب نیست. بس ما به چیز ماجرا یا هدف ما که نیم چیز ایجاد کردیم که ما دو از توپ‌ها درخشنده روشن کردیم و فقط دو از آن میماند. حتما در زیارتگاه دیو آب داره و این دیو آب حتما باید او را جزیر کنیم تا توب آب دوباره به روشنی میرسد. این عجایب است. آنانه که مثل یک یونیکورن، مثل یک اسب است که بعضی وقتهایی که دفاع آنان بزرگ است تو ما نمیتوانیم آنان رو خوب ضربه کنیم. بعضی وقتها ضعیف هستند که ضربه ما موثر است. او هنوز آسان است در یک ضربه. از زمان از وقتی که دیدگی بودیم در شلف اردیرز،
خب من فکر میکنم که این روی درست است. آه خب دقیقا روی درست است. شاید خب بیرون از این اتاق و این اتاق. آه خب این نبرد اوتومات است. من خوب نمیدونم، لیکن مطمئن هستم که ما میتوانیم از جادو استفاده کنیم. این بار و من یه چیزی که من فراموش کردم که ما باید به چیزی به شهر کل حلال و همین به شهر دیگر باید میرم تا ما میتوانیم چیزی بخریم که جادوگریه. نه این جادوگریه که من خریده نکردم که آنان ما توانمند نبودیم که از آن استفاده کنیم، چونکی این چیزی که فقط جادوگر بزرگ، جادوگر کلان مثل خب این کافترس خوشبختانه هر دوی که کاشته شد از جادوگری فریدون، دیگه که قبل از زولفیا و فریدون نمی توانستند از آن جادوگری استفاده کنند، چونکه این فقط برای جادوگر کلان. هر دو از آن جادوگر کلان شد حتما از این توفه، از این جلیلیه که مکافات که از بهامت را گرفتیم. پس این ممکن شد. خب واقعا نمیدونم اگر این جای نبرد نبرد اوتومات است یا خیر، مشکل نیست. خب یک میله جادوگری، من فکر میکنم که قدرتمند سر از چیزی که حاضر در دست داریم. شاید من باید از چونکه هیچ منابعی این اطلاعات در بازی ندارم. خب ریبان این یک چیز مهم است، چونکه ریبان جلوگیری از هر نایه از هر نوع مشکلات با وضعیت مثل سنگ شوی یا وفات فوری، مرگ فوری، خب جلوگیری میکنند. خب 13,450، 600، 400، 500,000. خب یک شمشیر به نام دیفنس، دفاع. خب این چیزی که ما طلب میکردم. او چی میگه؟ او این مربع بگیرید، با این شما میتوانید به شلف شناواری انتقال بشوید. خب ما هیچ چیز هیچ انتخاب دیگر نداشتیم، باید به اینجا. و من میدونم دشمن در اینجا ترسناک نیستم، پس من از بهترین جادوگری من استفاده کنم. خب حتی ضرر سوم لایق کاشتن سه از این مامی های جادوگری کافی نبود، لگی که من مطمئن باوری دارم که وقتی که فریدون از پژرن سوم استفاده میکنه این کافی میباشد. خب
و شمشیر جدید جان بک یک چیز ترسناک است، خوب است و بی انصار است. پس چون که بی انصار است هیچ ضعیفی ندارد نسبت بعضی از دشمنان. خب من در بیرون از جایی که با شما یک جا ما بیرون از ابشار، از اون ابشار شدیم و ما به رای یک شهر دیگر هستیم، یک شهر گایا. وای که اسم آن شهر، شهری که علاقه داشتیم نشنیده بودم. خب ما در چیز بی ثبت که این کار کردم که من جادوگری بیشتر. خب پس ما اگزیت یعنی خروج چیز خریدم و این ویز تو ناپدید دوم و فاق دوم ناپدید دومه که ما چیزی که ضربه کردن ما سختتر می شود برای هر یکی از ما. فاق تو فراموش کردم که این چی می کنم و برای فریدون برق سوم، زلزله و رب یعنی پاک کردن یعنی که مرگ فوری. و ما به گایا رسیدیم و این شهر نام گایا هست. کدام جادوگری در اینجا پیدا کنیم؟ فریدون یخ سوم چیز مهم است و همین برک یعنی شکست، بریک این مهمی باشد و یکی از دشمن ما، یکی از دشمن قدرتمند ما آسیب پذیری است به آن. و شفای چهارم یک چیز خوب و همین ضرر چهارم. خب اونقدر چیز قیمت بودند. او گفت که ای جاروب چی میکنه؟ این که به صورت پش و پیش میگوید یعنی بکورد. من بکورد به زبان تاجیکی یا فارسی نمیدونم. خب هر کس فکر میکنند که برج در بیابان، برج در بیابان یعنی کرم یک میراج میباشد. خب من نمیدونم. و بر قید افسانه ها جنگواران آسمانی میپرند به اینجا به آنجا از یک شلف در آسمان. خب این برای دومین بار ذکر شده. این روبات چیز مربوط یک شلف آسمانی گفت و یک مکوب به ما داد، یک کوب به ما داده کرد. او گفته که قابل باور نیست، تو مردم از بیرون هستین نه؟ چطور که به آنقدر دور به شمال رسیدی؟ خب چون که مقایه که هوایی داریم. او گفته که یک پری از چشمه سرقت شده. افسانه گفت که یک شهر، یک شلفی در غرب جای برای امتحانهای شاجایی است. خب میدانیم رفته بودیم، آمده بودیم. خب و این یک اسلحه قدرتمند برای فریدون و این تمام پول ما مصرف کردیم از آن، لیکن که این قابل آن قیمت بود چون که او میتوند ضربه های قدرتمند میکند با این و این هر دوی این لازم است، لیکن پول کافی نداره.
شاید بعد از ماجرای با زیارتگاه به زیارتگاه گفت که من یک چیز درخشنده به طرف شرق دیدگی بودم. خب او گفت که یه چیزه، فقط یک پری میتواند اکسل از چشمه میگیرد. خب آی جادوگری بیشتر داره در اینجا. این ساعت 8 است. حاضر ما پول کافی نداریم برای این جادوگری. شاید بهتر است که هر سه جادوگری ساعت 7 خریده بودم، چون که پول بیش بهتر است. من لازم است خب برای گرفتن اکسل که ما یک مبلغ پول داریم، چونکه ما یک خرید ضرورتی دارم. خب بله، یک استاد داشت که پروفسور داشت که لفینش، زبان لفینش رو مطالعه کرد. خب میدونم دکتر اون یک کلینیک در اینجاست، یک پیرات هردی هر تو دیر ماندی. من یک پاری درون بوتیلکا گذاشت و او به یک کاروان فروخت کردم. خب پس این با این اطلاعاتی که داده شده ما میدانیم که باید یک پری پیدا کنیم و او در کاروان است در صحرا و ما باید او را به چشمه بیاوریم. خب متاسفانه ما پول کافی برای این کار حاضر نداریم، پس من باید کمی جمع کنم قبل از این. لیکن که من فکر کنم که این کافی برای یک ویدیو. خوشحال هستم که شما ویدیو من تماشا کردید. تا دیگه پیروز باشید. خدا نگهدار.